شیر های انبساط الکترونیک یا الکترونیک اکسپنشن والو امروزه کاربرد زیادی پیدا کردند. مزیت این شیرها بسیار گسترده است. میتونیم از مزیتاشون این رو نام ببریم که دیگه نیازی نیستش برای هر نوع مبردی از شیر مخصوص اون مبرد استفاده کنید. این شیرها رو میتونید برای گاز R410 A، R407 C، R404 A، R507، 134، R22، R123 ZDI هم استفاده کنید. توی بعضی مدل هاش هم قابل استفاده برای گاز CO2 یعنی همون R744 هستش. این شیرها دارای ساختار و روش کارکرد ساده ای هستند. از یک درایو تشکیل شدن که در داخل تابلو نصب میشه که در فیلم بعدی اون رو توضیح خواهیم داد، روش تنظیمش رو هم براتون شرح خواهیم داد. اما امروز میخواییم ساختار شیر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شیر از یک استپ موتور تشکیل شده که از طریق این کابل به درایو متصل میشه و وقتی فرمان میگیره این پیچی رو که میبینید به چپ یا به راست میچرخونه که باعث باز و بسته شدن شیر میشه. اما به چه صورتی؟ این قطعه رو که میبینید بر روی این پیچ نصب میشه. این سیلندر ثانویه پس این سیلندرمون اینجا قرار میگیره. پیستونمون میاد در داخل این سیلندر قرار میگیره. این پیستون مسیر گاز رو باز یا بسته میکنه یا به صورت کامل میبنده یا بر اساس تنظیماتمون کم یا زیادش میکنه. پیستون در این قسمتی که دارید میبینید، در این قسمت مشکی در داخل اکسپنشن والو میشینه سر جاش و کاملا گازبند میکنه اکسپنشن والو. به همین دلیل شما نیاز به نصب شیر برقی در این شیرها ندارید. پیستون میاد به این ترتیب در داخل اکسپنشن والو قرار میگیره و میزان گاز عبوری رو از طریق این استپ موتور که فرمانش رو از درایو میگیره تنظیم میکنه. به این ترتیب که درایو فرمان میده، استپ موتور این پیچ رو میچرخونه، پیچ اون قطعه پلاستیکی رو میچرخونه، قطعه پلاستیکی پیستونتون رو که در داخل سیلندر ثانویه هست بالا و پایین میبره. به این ترتیب شما میتونید با دقت بسیار بسیار بالاتری نسبت به شیرهای ترموستاتیک، شیرهای انبساط ترموستاتیک، میزان مبرد ورودی به اواپراتورتون رو تنظیم بکنید و میتونید حد اکثر فشار کارکرد اواپراتورتون رو یا همون ماکسیموم ODP تون رو با دقت بسیار بالایی تنظیم بکنید، چیزی که ما در شیرهای انبساط ترموستاتیک نداشتیم و قابل تنظیم نبود. این شیر برای فشار کارکرد 45.5 بار ساخته شده و با این شیرها میتونید کنترل بهینه‌ای داشته باشید که حتی بعضی شرکت‌های سازنده عنوان می‌کنن این شیرها میتونه تا 15% راندمان شما را افزایش بده. عدم نصب شیر برقی در این مکان باعث میشه که شما ساب کول بیشتری در ورودی اکسپنشن والوتون داشته باشید یا گاز مادون سرد بیشتری داشته باشید. دمای مادون سردتون افزایش پیدا نکنه. نتیجه این امر افزایش راندمانتونه، چیزی که در شیرهای انبساط ترموستاتیک امکان پذیر نبود و میتونید به این ترتیب راندمان سیستمتون رو افزایش بدید، چون میتونید به صورت دقیق میزان سوپرهیت یا گاز مافوق داغ ورودی به کمپرسورتون رو تنظیم بکنید و نتیجهش افزایش راندمانتون خواهد بود. همونطوری که در مباحث قبلی توضیح دادیم،
سوپرهیت یا دمای گاز مافوق داغ ورودی به کمپرسور جزء مهمترین پارامترها برای عدم خرابی کمپرسورها، عدم برگشت مایع به کمپرسور، عدم داغ شدن کمپرسور و افزایش راندمان سیستم و افزایش راندمان اواپراتوره. در این قسمت هم همونطوری که میبینید یک سایت گلس داریم که میزان رطوبت سیستم رو بهتون نشون میده. در فیلم بعدی روش نصب و تنظیمات شیر اکسپنشن ورد رو به صورت کامل شرح خواهیم داد. برای مشاوره میتونید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهرسمند تماس بگیرید.